بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردان عزیز، شاگردان خوب، اطفال نازنین و دوست داشتنی، به درس امروزی ما خوش آمدین، صفا آوردین. امیدوار هستم که همیش خوشحال و سرحال بوده باشین، دور از امراض و از همه آفتهای دنیوی، در حفظ و در امان الله متعال بوده باشین. شاگردان عزیز، درس امروز ما و شما چی است؟ شد است. این آموزش قرآن کریم مضمون ماست. ما باید مثلا بفهمیم که شد چی را میگه، بشناسیم شده و ای علامتش چی قسم است. دی درس ما و شما چی میشیم شاگردان عزیز؟ معرفی میشیم. اما پیش از اینکه ای درس ری جدید شروع بکنیم، لازم هست که یک مرتبه درس قبلی ما درباره چی بود؟ تنوین بود. تنوین خواه کی میگه؟ تنوین چند قسم بود؟ درس قبلی را یک ارزیابی میکنیم. خیلی خوب، خالد میگه تنوینه؟ آفرین، تنوین بر سه قسم. تنوین سه قسم است. تنوین چرا میگه؟ دو زبر، دو زیر و دو پیش ایرا تنوین میگفت. ماشاءالله، خیلی عالی. حالا میایم شاگردان عزیز روی شد میاییم که یعنی شد چرا میگه و علامتش چگونه هست. علامت شد امی است که علامت شد یعنی علامت شد چنین است. علامت شد چنین است. کدام است؟ مثلا این یک علامه شد است. این علامه شد است. هرگاه روی یک حرف شد قرار بگیرد، هرگاه مثلا میگیم هرگاه روی یک حرف شد قرار گیرد، هرگاه روی یک حرف شد قرار گیرد، معنای آن این است که آن حرف تکرار شده است. معنای آن این است که آن حرف تکرار شده است. معنای آن این است که آن حرف تکرار شده است. حرف اول ساکن و حرف دوم حرف اول. حرف اول ساکن و حرف دوم متحرک. حرف اول ساکن و حرف دوم متحرک، یعنی به معنا حرکت داره. مثلا در مثال هایش میاییم، خوب است که امراض با یک قلم سرخ بگیریم و این قلم ما اونقدر درست کار نداد، بیا با یک قلم سرخ خیر است استفاده میکنیم. مثالش مثلا این است. مثال اینجا است. این علامه شد است. میم دال، بالای دال چی است؟ شد. این علامه شد است. ما را تعریف گفتیم که هرگاه روی یک حرف شد قرار گیرد، معنای آن این است که آن حرف تکرار شده، این دال تکرار شده. حرف اول ساکن و حرف دوم متحرک. یعنی در اینجا مثلا گویا که دو دال بوده، این دال اول ساکن بوده، دال دوم متحرک. متحرک چه معنا؟ این حرکت داشته، زبر داشته بوده. شما در درس اول، درس دوم کتاب حرکات سیگانه را خواندین، این حرکت داشته، این مد زبر داشته بوده. پس به این اساس چی میگن؟
اینا میگن که حرف اول ساکن و دوم متحرک باز اول با ساکن شده است ادغام شده. مثلا چی بوده؟ در اصلش ای ماده چی بوده؟ در اصلش مدده بوده، مدده بوده که بود او ساکن بوده و اول ساکن بوده و دومش متحرک، بازی اول با ساکن ادغام شده که مده شده گیست مده. یا مثلا میگی این نه، این نه، این نه هم به این شکل که این نه سعی کنین ای در روی نون شد قرار گرفت و ای حرکت داره، نون این زبر داره، پس ای چی بوده؟ این نبوده، این رقم نوشتم اصلا بوده که نون ای یک نون دیگه هم بوده، این نون چون ساکن بوده باز در این نون ادغام شده که این نشده گیسته. فهمیدن شاگرده عزیز؟ میم مثلا سری مثال سیومش ربو، مثال سیوم مثلا چی هست؟ ربو اینال ای زمه داره، یعنی پیش داره. در این مثال اول فتحه زبر داره، در این مثال دوم کسره یعنی زیر داره و در اینجا ربو چی هست؟ پیش داره. آلت میاییم بسرزه که ربو گفتیم که ای اصلا در اصل چی بوده؟ در اصل چی؟ ربو به این شکل، یعنی یک به ساکن در اینجا بوده که به این شکل است رب، به این شکل اکچه داره که باز ایجا پیش داره، باز به این شکل است بازی که ای با باز به ای با دوم چی میشه؟ ادغام میشه، چون ای با متحرک است، ای ساکن. ما در اول گفتیم که حرف اول ساکن و حرف دوم متحرک، اینجا این حرف ساکن است و این حرف دوم چی است؟ متحرک. متحرک بچا چرا میگفت؟ آفرین، حرفی که حرکت داشته باشد. اینجا این با چی داره؟ حرکت داره. حرکت چی است؟ پیش است، ماشاءالله حرکتش پیش است. پس چه شدی؟ ربو شد. اینا با اول که ساکنه تا با دوم چی شدگیش شده؟ ای ادغام شده. یا مثلا سلی، مثال دیگه چی است؟ سلی است. در اینجا هم به همین شکل شاگردان عزیز همی است که اینه لام اول در اول ساکن بوده، لام اول در لام دوم چی شده است؟ ادغام شده. پس ای در اصل ای سلی چی قسم نوشته بوده؟ در اصل ای تو بوده که به این شکل بوده. پس ای لام ساکن و این متحرک، لام اول در لام دوم ادغام شده، پس ای به این شکل ایره چی میگن؟ شد میگن. ما در طرف شد فهمیدیم که علامت شد که ارگاه روی یک حرف شد قرار گیرد، معنای آن این است که آن حرف تکرار شده است. اینه ایجا مثلا سعی کنین که در این مثال های گفتیم، مثال میم سری سال، اینه ایلام تکرار شده، ایلام در اصلش به این شکل بوده، این لام ساکن و این متحرک، پس این لام اول در لام دوم ادغام شده است. میاییم سر مثال دیگهش ثم. فهمیدین انشاءالله شاگرد عزیز؟ ثم مثلا در حرف دیگه چی است؟ ثم از ثم. اینجا سعی کنین بالای چی شد قرار گرفت؟ شد، آفرین خالد، بالای میم شد قرار گرفت. اینال در اینجا میم چه داره؟ حرکت داره. پس ای در اصل چی بوده؟ در اصلش کی است؟ ای در اصلش ثم، در اصلش ای میم ساکن و اینی میم دیگه بوده که زبر داشته و میم اول ساکن است، میم دوم متحرک، یعنی حرکت داره. پس میمی اول در میمی دوم چی شده گیست؟ ادغام شده. به همین شکل میمیم شاگرد عزیز سری مثال دیگهش مثلا
انشالله همین مثال کافی است شاگردای عزیز. خب عالم این سرزه که همه درس کی یک میخوانه؟ اقبال میخوانه. ماشاءالله اقبال بخوانین اقبال. خیلی خوب. هرگاه حرف تکرار شده است که حرف اول ساکن و حرف دوم متحرک، یعنی حرکت داره. حرف دوم حرکت داره که آفرین. در این مثال ها مده، اصل مده چی بوده؟ مده مده بوده، مده. پس این ای ساکن دال اول ساکن است، پس در دال دوم شده گیست ادغام شده که مده شده گیست. یا مثلا این نه در اصل این نبوده، این نه، این نبوده. ادال ای نون اول چون تکرار شده، نون اول ساکنه، نون دوم متحرک است، پس نون اول در نون دوم چی شده گیست؟ ادغام شده گیسته. ماشاءالله. که میخوانه باز دیگه بچه ها؟ خیلی خوب. جواد میخوانن. جواد بگو این شباز. درست است؟ خیلی خوب، خیلی عالی است. خب بسیار عالی. خیلی خوب. در اینجا گفتیم که مثالاش اینجا ما خواندیم که هرگاه روی یک حرف علامتش این شد معرفی کرد، فهمیدی؟ هرگاه روی یک حرف شد قرار گیرد، معنای آن این است که آن حرف تکرار شده، حرف اول ساکن، حرف دوم متحرک بوده. پس در مثالاش میبینیم که روی دال شد قرار گرفت. اینالی وقتی که روی دال شد قرار گرفت، دال چی است؟ متحرک است. پس معنای امی ای است که ای تکرار شده، این در اصلش به این شکل بوده. وقتی که به این شکل بوده، پس ایره چی کردن؟ ای ساکن بوده، دال اول در دال دوم ادغام کردن که مده شدن. به همین شکل این نه هم در اصلش این نبوده، پس نون اول ساکن و دوم متحرک، اول در ثانی ادغام کردن. خیلی عالی. آله انشالله کلیتون یاد گرفتین، یعنی کسی نیست که یاد نگرفته باشد. مثالاش کلش به همین شکل است و انشالله کدام مشکل نیست و این درس شما بخوانین و در کتابچه هایتان هم نوشته بکنین، این مثال ها را زیاد تکرار میکنین تا ای که بخاطر از اینکه این را شما درست چه بکنین، وارد زبان شما شوه و ایر درست یاد بگیرین. ای بود شاگردای عزیز. انشالله چی نیست مشکلی، فقط شناختی شد است که شد شما در این شناختین و این شد شما علامش هم فهم بدین و به خاطر چی بوده و ایر هم فهم بدین مثالاش کار شد. ای بود درس امروز شما. تا درس آینده الله حافظ و نگهدار شما.